به یه تحلیلی اطمینان 100% بکنیم، نیازه که مثلا بررسی بیشتری انجام بشه. خب اینا اصطلاحات رایج این بازاره. 10 تا دلیل این که باید بیت کوین بخریم چیه؟ خب قبل از اینکه برم سراغ این که چرا باید بیت کوین بخریم، ببینید ما فقط نمیگیم بیت کوین، ما یعنی من فقط نمیگم بیت کوین، بلکه میگم کریپتوکارنسی. حالا اینجا 10 تا دلیل بیت کوین خریدنه، ولی میخوام بهتون بگم که یه اتفاقات دیگه هم تو این بازاره داره میفته. ببینید الان یه پیش بینی داشتم میخوندم در خصوص اتریوم که یکی از تحلیلگران گلدمن ساکس اومده پیش بینی کرده که هر اتریوم میتونه به 20 هزار دلار برسه. امروز که داریم با هم صحبت میکنیم 1100 تا 1200 دلار هر یه واحدشه که شما میتونید قسمتی از یه واحد رو بخرید. حالا چقدر میتونه این پیش بینی صحیحی باشه؟ به این صورتی که الان قیمت بیت کوین ریالی چقدره؟ دوستان در جریان هستن دیگه، دنبال میکنن؟ یه تومن، 1.50، 1 میلیارد. کی فکر میکرد که بیت کوین 80-90 تومنی فروردین ماه 99 تو برج 10 همون سال به 1 میلیارد تومن برسه؟ بله کاملا درست، قیمت هایی که گفتیم معلومه. دوستان خیلی خوبم درگیر بازار شدن و واقعا کسی نمیتونست پیش بینی کنه به همین راحتی. شاید دلاری مثلا میگفتن تو این عددا میگنجه، ولی یه همچین عددی خیلی دور از ذهن بود. یه شوخی کرده بودن با پراید، میگفتن که شما مثلا در فلان تاریخ اگر پراید قیمتش اینقدر، به جای پراید رفته بودی مثلا اون پول داده بودی بیت کوین خریده بودی، الان مثلا چه ماشین لوکسی میتونستی دنیا سوار شی، یا اینکه مثلا چقدر سرمایه‌ات بود. و واقعا این فرصت‌های بازار مالی بسیار بسیار محدوده، تعداد محدودی هم میتونن کلش رو درک کنن. همین الانی که با هم ما سر این کلاس نشستیم، خیلی هستن که بابا دروغ کلاهبرداریه و همچنان بر اشتباه خودشون پافشاری میکنن و هر روز میرن در بازارهای مالی که در حالت رنج هست یا در حالت نزول هست، همچنان میخرن و ضرر میکنن و باز میگن من میدونم این فردا برمیگرد. پس در نظر داشته باشیم که اتریوم فورس پتانسیل بسیار خوبی داره. جلسه پیش گفتم CME شیکاگو وقتی که معاملات فیوچر بیت کوین سال 2017 رو انداخت، یه دفعه باعث رشد آنچنانی بیت کوین شد و رسوندش به مثلا ATH نزدیک 20000 دلار و همین کار رو سال امسال، یعنی سال جاری میلادی، انجام خواهد داد. راه اندازی قراردادهای فیوچر اتریوم، چون اون اتریوم بلاکچینه، فیوچر اتر رو راه اندازی میکنه و اون بازار چون بازار بسیار بسیار بزرگی هست، کمک میکنه که تعداد زیادی بیان بخرن. و در نظر داشته باشین یکی از روش های پیش بینی قیمت استفاده از قیمت بازار فیوچره که میخوان ببینن اونجا چقدر رفته بالا، مطابقش اینجا بخرن. خب یه نکته دیگه هم توی این حوزه وجود داره. ببینید قیمت بیت کوین الان 1 میلیارد، اگر بخواد به همون مارکت کپ 1.7 تریلیون دلاری برسه، میشه به 100 هزار دلار. 100 هزار دلار یعنی نزدیک مثلا چقدر میشه قیمت تومانی بخوایم همینطور خطی حساب کنیم، 2.5 میلیارد میشه دیگه، درست میگم؟ حدودا 2.5 میلیارد، یه ذره بالاتر یه ماینس پلاسی بهش اضافه بکنیم، 26 میلیارد. نه دیگه، 100 هزار دلار بشه 2.5 میلیارد تومان منظورمه. و خب این از یه جایی به بعد دیگه آدم ها توانایی خرید حتی جزء کوچکی از این بازار، از این بیت کوین هم ندارن. شما مثلا یه حداقل ساتوشی باید بخرید دیگه، صرافی هم میفروشن دیگه، دیگه طرف توان خرید اون هم نداره. اتفاقی که میفته چیه؟ اون منابع مالی سرریز میشه به عرصه دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. یعنی میاد میره مثلا روی اتر، میاد میره روی XRP، میاد میره مثلا BCH، LTH، بیتکش، لایت کوین و و و و و قیمت اونها رو هم میبره بالا. این خیلی
روش صحیح برای سرمایه گذاری نیست، یه غلطه، غلط مصطلحه، مثل همین ارز دیجیتال و رمز ارزی یا ارز رمز نگاری شده هست. اما این اتفاقی میفته. حالا من میتونم خودم رو برسانم توی این فرصت که از این موجی که داره میاد نهایت استفاده رو بکنم. چرا؟ چون شاید مثلا تا قبل از 2022 ما یه گین خیلی خوبی بتونیم از این بازاره بگیریم، دوباره میره تو حالت رکود. از اون پولی که از اینجا در آوردی بیا برو مثلا یه بازار دیگه. به همین خاطر پس در نظر داشته باشیم این مهمه. 10 تا دلیلش، یکی اینکه روند 10 سال اخیر بیت کوین رو به رشد بوده، محدوده 21 میلیونی داره، همینطوری الا ماشاءالله نمیتونه استخراج بکنه. هر بیت کوین معادل 100 میلیون ساتوشی هست و پدیده هافینگ هر 4 سال یک بار براش رخ میده که پاداشش نصف میشه و عرض شود که نسبت توزیع دارایی به تعداد افرادش هست که میگن اگر 0.2 بیت کوین شما داشته باشین جز اون 1% ثروتمند دنیا خواهید شد. دوستانی که مشکل صدا دارن باید به پشتیبان اعلام کنن. من پشتیبان آقای یوسفی هستن دیگه، باید با ایشون هماهنگ کنید. ببخشید من سوالا رو قرار شد آخر کلاس جواب بدم و اگر چیز بود روی گروه که اینجا تایممون از دست ندیم. بحث مسدود شدن دارایی آدم هاست که توی این اصلا امکان، یعنی مثلا مسدودی وجود نداره. بعد خدمتتون عرض شود که شفافیت در قیمت و تراکنش هاست، کاملا بازارش مشخصه. جایی هم که وال داره میاد مشخصه این واله که داره میخره یا میفروشه. شبکه غیر قابل مسدودی داره مثل همون مسدود شدن دارایی ها. هزینه پایین تراکنش و سرعت در انتقال، شما تو 10 دقیقه منابع مالیتون رو جابجا کردین، در صورتی که دوستان اون سری مثال زدن که اگر این اتفاق، یعنی بخوان پول جابجا کنن به یک کشور دیگه، به یه حساب بانکی و مربوط به کشور مبدأ، بین 7 تا 10 روز تقویمی زمان میبره، در صورتی که این حدود 10 دقیقه و خیلی هم سریع جابجا میشه. هزینه انتقالش هم بسیار بسیار ناچیزه. رفع موانع قانونی فعالیت در کشورها باعث رونقش میشه. تا دیروز خاطرتون هست که حتی مثلا در مورد ماینرها هم تو ایران کسی تصمیم نگرفته بود تا قانون مقرراتش در اومد. وقتی که قانونی میشه پس یه سری آدم میتونن قانونی بیان توش شروع کنن فعالیت کردن، در نتیجه همه گیرتر خواهد شد، نه اینکه قبلا نبود و قبلا اونایی که زرنگ بودن با قول معروف بارشون بستن و رفتن. و از همه مهمتر یک جایگزین جذاب برای به جای طلا هست و ازش به طلای دیجیتال یاد میکنن. خب من این رو استوب بکنم، دو تا فایل به شما نمایش بدم. یک گزارش قبلا وجود داشته در خصوص بررسی، اون توضیحاتش رو داده اینجا دیگه سرفصلش، بررسی این صرافی ها، صرافی هایی که در داخل ایران دارن فعالیت میکنن که خب انواع مختلفی دارن، همونطور که میبینی حالا تبدیلش کرده به صرافی خارجی و داخلی، میگه میزان کار باشون چجوریه، میزان رضایت از اینا چجوری بوده و همینطور که اسکرول کنیم بیام پایین، من این گزارش رو برای شما گذاشتم توی فایلی که میتونید دانلود بکنید. شاخص های مختلفی براش تعریف کرده، مثلا قانون مداری، امنیت، ارائه مناسب اطلاعات، کیفیت بازار، نظارت بر معاملات، سرمایه گذارها، کیفیت تیم اجرایی که مربوط به هر کدوم از این صرافی های ایرانی میشه، منابع مورد استفادهشون اومده دیده و رتبه بندی کرده، مثلا A پلاسش بین بالاتر از 80، B پلاسش بین 60 تا 70. و حالا زیر شاخص هم برای این تعریف کرده که وقتی مشاهده بکنید گزارش کامل میبینید که اطلاعات خوبی بهتون ارائه میشه. اینجا اومده نوبیتکس، والکس، اکسیر، رمزینکس رو اومده بررسی کرده و به شما میبینید که یک امتیاز کسب شده رو در نظر گرفته از حد اکثر امتیازی که میتونه. نوبیتکس تو این اول، والکس، اکسیر، رمزینکس، اسکرول کنیم بیایم پایین، نوبیتکس، اکسیر، والکس، رمزینکس، دوباره همین ترتیب و باز هم همین ترتیب و باز هم به همین صورت، امتیازها متفاوته
و اینجا هم به همین صورت، ولی البته اینجا نه، اینجا دیگه نامیتکس دومه، اکسیر اوله. این سه رقم ارشاد، این پنجی که این برخورده، نه دیگه دو رقم هفته، هفت ماه 777، 775. و در نهایت هم اومده این رو به صورت جدول زی نماینده رتبه کیفی و امتیاز کسب شده توسط صرافی هاست که میگه این بی پلاس، این بی پلاس بی بی از 161.8 و همینطور اومده به 50. این یه گزارش آماری، شما با هر کدوم از اینا میتونید کار بکنید. این منبع و مدل تحلیلش هم که توش مشخصه که شما میتونید ببینید. و میگم حالا علت اینکه نوبیتکس معرفی شد اینکه یه موقع شرایطش توی رنکینگ بالاتر بود و اینکه هیچ اصراری هم بهش نیست، میتونید با هر صرافی دیگه کار کنید، فقط بحث شروع معامله گریه. من در خصوص بیت کوین، ما تا الان خوبیاشو گفتیم، بدی هم داره ها، یعنی محلای سوء استفاده ای که میشه باعث شده که خب به هر حال یه سری هم توی دنیا نسبت بهش بدبین بشن. یک جریانی وجود داشته به نام سیلک رود، یه وبسایتی بوده در حوزه مواد، فروش مواد مخدر و خدمتتون عرض شود کارهای خلاف، فروش پاسپورت، تجهیزات حالا مثلا جعلی، اکانت های جعلی و از جمله این موارد کار می شده. می خواستم این روی این فیلم با هم یه چند دقیقه این موضوع رو ببینیم. خب من تصویر خودم رو ببندم که شما چیز نداشته باشید، دیلی این نداشته باشید. His name is Julian Assange. Assange and his colleagues collect confidential information and then make it public. The release of 250,000 State Department documents no doubt presents a serious dilemma for this country. در پی انتشار گسترده مراودات دیپلماتیک سری ایالات متحده، کمک‌های مالی به ویکی‌لیکس از سوی بانک آمریکا، ویزا، مسترکارد، پیپال و وسترن یونیون بلوکه شد. مقاله‌ای در نشریه دنیای کامپیوتر مطرح کرد که از بیت کوین میشه برای دور زدن سیستم و رسوندن کمک